بسیار خوش آمدین بازم به درس دوازده هم مزمور دری و بازم ما شیبا شریفی از طریق تلویزیون به خانه هایتون آمدیم تا درس روز ترس کن. خب دانش آموزان عزیز، ما حروف خوانده بودیم تا کجا؟ تا قسمت حرف لام. امیدوار هستم که همینطور نشره کرده باشی و آمده باشی بخیر که درس امروز آغاز کنیم. خب درس امروز ما کدام حرف است؟ میریم ببینیم میم چی است؟ میم 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 میم. چقدر ماهی قندول اینجا است، ماهی مقبول. ماهی جان خودت اینجا چی میکنی؟ میگه ما اینجا آمدیم که بگویم حرف میم در اول اسم ما است. آیا هست یا نی؟ او را شما خسارت کنیم. من اجا میکنم ماهی ماهی. بله ماهی در اول حرف نامش میم است. ماهی جان تشکر، سلامت باشی بر ما گفتی. حالا میریم با حرف با کلمه دیگه که حرف چی داشته میم داشت باشه بگویم یک کلمه دارم کدام؟ بله مهتاب مهتاب مهتاب. در اولش ببینید مهتاب اول کلمه حرف میم در شده. پس حالا یک کلمه دیگه بگویم زیباترین اسم در جهان مادر مادر مادر. حرف اولش چی است؟ میم است. خب دانش آموزان عزیز میم نقطه داره نداره؟ حالا میگیم میم ماهی میم ماهی میم ماهی میم مادر میم مادر میم مهتاب میم مهتاب. خب حالا ببینید که حرف میم چگونه نوشته میشه. ببینید دانش آموزان عزیز من براتون نوشته میکنم حرف میم حرف میم. بله ببینیم این قسم یکی دیگه حرف. خب میریم به حرف بعدی نون 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 نون. یک نقطه داره ببینید در بالای سر خود نون 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 نون. ناک نون ناک نون ناک. ببینید ناک در اول کلمه حرف نونه به خوبی ما میشنویم که وقتی هجا میکنیم ناک ناک. حالا یک کلمه شما بگوید نمک نمک. بله نمک هم حرف نون دهش درج. دیگه بگوید نماز. بله نماز نماز نماز. بازم نون در اول کلمه آمده. پس میگیم نون ناک نون ناک نون ناک نون نمک نون نمک نون نماز نون نماز نون نماز. دانش آموزان عزیز با هجایش و شکلش کاملا آشنا شده. حالا میبینیم چه قسم حرف نون در کدام قسمت خط نوشته میشه. ببینیم نون یک نقطه نون یک نقطه و نون بازم ببینیم این قسم نون نوشته میشه. خب هم نوشتن هم شکل همه جانم یاد گرفتیم. حالا بریم بخیر به حرف بعدی چی است؟ واو 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 واسکت واو واسکت واو واسکت واو واسکت. ببینید واسکت واسکت. پس حرف واو در اول کلمه واسکت یا اسم واسکت ما میتونیم به خوبی بشنویم وقتی که هجا میگیم واسکت. بله پس یک کلمه دیگه شما برای من بگید واحد واحد. بله بازم حرف واو در اول اسم واحد درج شده. دیگه بگید وعده وعده وعده. بازم حرف واو در کلمه وعده آمده. پس حالی یاد گرفتیم که واو واسکت واو نقطه داره نداره واو واسکت واو واسکت واو واحد واو واحد واو واحد واو وعده واو وعده. پس دانش آموزان عزیز حال هم شکل و هم چی هجاشه ما فهمیدیم. حال ببینیم چه قسم واو نوشته میشه. ببینید دانش آموزان عزیز واو بسیار آهسته نوشته میکنم واو واو واو. آل طریقه نوشتن شما میاد گرفته. میریم به حرف بعدی چی هستک؟
Hede çuşma. Çi yazsak? Hede çuşma. Hey, hey, hey. Hede çuşma neymiş? Bunda telaffuz heymiş. Hey, 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 hey. İnce bilin havan, havan, havan. ببینید حرف ه را خوب میتونیم که در اول کلمه ما چی کنیم؟ بشنویم وقتی که هجا میکنیم ها ون ها ون. بله پس حرف ه در اول کلمه به درستی احساس میشه یا شنیده میشه. شما این داره برای یک تو کلمه دیگه بگوید کدام؟ هارون هارون. بله هارون در اول کلمه حرف ه در جدا یا هیچ ما دیگر باید برم یک کلمه دیگر چی؟ بله هوا. بله هوا امروز کمک سردم نمیتونیم بی مختدر است دیگه نه سردم نگم هوا 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 بازم هی در اول چی؟ کلمه آمده. خب چی خواهدیم؟ هی هوان هی هوان هی هوان هی هوا هی هوا هی هوا و دیگه هی هارون هی هارون هی هارون. خب دانش آموزان دستید آن نوشته میشه ببینید که چه قسم هی نوشته میشه. بسیار ساده است و یک قسم خط فاصله خب حالا میریم به حرف بعدی و آخرین حرف ما که کدام حرف است؟ یا 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 یوخ یا یوخ یا یوخ. یوخ میفهمید چیست؟ از جمله وسایل است که در کشاورزی یا در وقت قربه کردن کسایی که زمیندار هستند به خاطر هموار کردن زمین خود یا نرم ساختنش استفاده میکنن و گاوا را به این بسته میکنن و باز گاوا زمین قربه میکنن. یوخ یوخ اسمش چیست؟ یوخ یا یوخ یا یوخ یا یوخ یا یوخ. ببینید در یوخ یا هست یوخ یوخ. بله حرف یا در اول کلمه یوخ آمده. حالا شما برای من یک کلمه دیگه بگید. یاسین یاسین. حرف یا بسیار خوب است، دود خود را مشخص میکنه، صدای خود را میکشه، ما میفهمیم که در کدام قسمت است. یاسین یا سین. بله در کلمه یاسین دوبار حرف یا بکار است. دیگر یاسمین یاسمین. یکی در اول است و یکی در قسمتی که بعد از می. ببینید یاسمین. خب حالا میگیم یا یوخ یا یوخ یا یوخ یا یاسمین یا یاسمین و یا یاسین یا یاسین. حالا نوشتن شما بر شما آموزش میدم که با کدام صورت نوشته میشه. خب آله میمفاق میکنم که جایی پایین تر اگر نوشته کنم شما نمیبینید. ببینید یاره با کدام شکل نوشته میکنید؟ یا یا باز یا. خب دانش آموزان عزیز امروز کدام حروف خواندیم؟ کدام؟ بله میم نون و ه و یا را خواندیم. امیدوار هستم که تمام حروف از الف مد الی یا را همیشه شما چی کنید؟ نوشته کنید و خواندن و املاش هم یاد بگیرید. خب ما در این ما تا امینجا درسای ما بود. امیدوار هستم که همیشه در چپتران نوشته کرده باشید و والدین عزیز شما بر ما چپترها را میارن و ما میگیریم امضا میکنیم و میبینیم و بعد از او بر ما آینده تان دیگه چپتر و سیدی را در خدمت شما میگذاریم تا شما از درس ها پس نباد. امیدوار هستم که متوجه خود باشین، همیشه میوه بخورین، صحتمند باشین و در درس هایتان هم پس نبادین. موفق و کامکار باشین. الله حافظ.